أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم خودم که از همه بیشتر نیازمندم همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم تقوایی که خداوند در آیات متعدد قرآن مطرح کرده و در آیات آغازین سوره مبارکه بقره می فرماید این کتاب که شک درش نیست کتاب هدایت است برای متقین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین تنها رای نجات من تقوا و پروا پیشه کردن است تقوا را حفظ کنیم و خودمان را از هر خطر و آسیبی با تقوا محافظت کنیم در خطبه اول همون گونه که مستحضری دیروز پنجشنبه 24 ماه ذی‌الحجه بود امروز 25 و چند روز بیشتر و آخر این ماه و آغاز سال جدید قمری و ماه محرم نمونده خطبه اول را به مناسبت مباهله که یکی از رخدادهای مهم تاریخ اسلام است و این بحث اختصاص دادیم و مباحث را پیرامون مباهله به محضر شما خوبان به عرض می رسانم در خطبه دوم هم از ولادت آقا و مولامان حضرت کاظم علیه السلام یاد می کنیم درباره روز جهانی جمعیت و جمعیت افغانستان نکات را از باب ضرورت لازم می دانیم مطرح بکنیم چون در آستانه ایام محرم قرار داریم چهارشنبه که پیشی رو داریم روز اول محرم الحرام است تذکرات را درباره محرم هم خواهیم داشت و اگر نکته ضروری دیگری هم به ذهنم رسید انشاءالله با اونم خواهم پرداخت اما مسئله مباهله همون گونه که میدانیم تاریخ اسلام از عمق و جرفای استثنایی برخوردار است پیامبر بزرگوار اسلام در 40 سالگی مبعوث به رسالت شد 13 سال در مکه بود
ده سال و دو ماه بعد از هجرت در قید حیات بودن. بیشترین حوادث و رویدادها در تاریخ اسلام بعد از هجرت است. منتها هرچه به پایان عمر پیامبر نزدیک می شویم می بینیم برنامه ها جدیتر می شه. پیامبر آخرین پیامبر است. 124,000 پیامبر را که خدا فرستاده آخرینش پیامبر اسلام است، خاتم الانبیا است و سالهای پایانی تاریخ پیامبر اساس‌تر میشه. شما سالهای آخر را ببینین، فتح مکه در سال هشتم. حالا من وارد سالهای قبل از هشتم نشدم. قبل از سال هشتم که مکه فتح میشه، خب پیامبر وقتی آمد 8 سال نمیتونست داخل مکه بشه. در سال ششم حج واجب شد. پیامبر یک مسافرت را انجام داد، اما مشرکین اجازه ندادن پیامبر داخل مسجد الحرام برود. صلح حدیبیه شد. در سال هفتم مهاجرین از حبشه برگشتن. 15 سال مهاجرین در حبشه بودن، بعد از سپری کردن 15 سال برگشتن تازه به مکه. پیامبر در سال هفتم همراه مسلمان ها وارد شدن، تحت کنترل مشرکین حج انجام دادن، اونم عمره قضا. اما سال هشتم کاملا مکه فتح شد. قبل از فتح مکه مشرکین هم می آمدن کنار مسلمان ها طواف می کردن. قرآن می گوید اونا به ظاهر نماز می خواندن، اما نمازشان سود کشیدن بود و کف زدن بود. بعد از سال هشتم که مکه فتح شد، پیامبر مأمور شد دیگه مسلمان فقط حق داره داخل مکه بیاید، غیر از مسلمان حق ورود نداره. قرآن می فرماید در سوره مبارکه انفال: و ما کان صلاتهم عند البیت، نماز اونها در کنار بیت الله، الا مکاء و تسلیه، سود کشیدن و کف زدن بود. در سال هشتم مکه فتح شد و بعد از آن هیچ غیر مسلمان حق ورود به فضای پاک و مطهر خانه خدا را نداره و تا امروز هم این برنامه ادامه داره الحمدلله. خیلی پول خرج کردن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، خیلی پول خرج کردن. برای چی؟ لیسد عن سبیل الله، برای که مردم از وارد شدن در مسیر خدا، در مسیر حق جلوگیری کنن. خدا میفرماید این پولهایی که خرج کردن جز حسرت نتیجه ای نداره. امروز هم خیلی دشمنان اسلام، دشمنان قرآن پول خرج میکنن تا راه را مردم نشناسن. اما باید مسلمان ها با بیداری، هوشیاری، آینده نگری و توجه به قرآن راه‌های ورود غیر مسلمان‌ها را به دین اسلام انوار کنند. یکی از بهترین راه‌هایش تجلیل از مناسبت هاست. خیلی از عزیزان سال‌های زیادی است که در منابر و مجالس هستند، اما قضیه مباهله که در سال نهم طبق بعضی از تاریخ و بعضی ها معتقد هستند در سال دهم، سال آخر عمر پیغمبر اتفاق افتاده، کمتر مطرح شده. یک مناسبت اسلامی است، واقعا یک مناسبت بسیار مهم است. من خیلی کوتاه عرض میکنم، بعد از فتح مکه که عرض کردم در سال هشتم اتفاق افتاد، در سال نهم خیلی ها می آمدن مدینه.
گروه های مختلف فراوان می آمدن از مناطق دور و نزدیک، مثل مثلا یک محل و یک شهر و یک کشوری که بورس میشه، مردم برای دیدن میرن، برای مسافرت میرن، جاذبه به وجود می آید. بعد از فتح مکه خیلی ها از اطراف و اکناف عالم می آمدن بیشتر برای پذیرش اسلام. اون سال را می گفتن عام الوفود، یعنی سال ملاقات گروه ها و هیئت های گوناگون. هیئت ها می آمدن، مسافرین می آمدن، خلاصه رجال فرهنگی و حکومتی می آمدن و پیامبر با اینا صحبت میکرد. هر کس قابلیت داشت میپذیرفت و زیر بار میرفت. اما یک نقطه، نصارای نجران، مسیحیای منطقه نجران، اینها حالا داستانش خیلی مفصله، اینها آمدن وارد مدینه شدن با یک خلاصه تشریفاتی، لباسهای مخصوص داشتن، خدمت شما عرض شد که هیئت خاصی داشتن، اون شیپور و خلاصه وسائلی که به صدا در می آوردن کلیساشون، اینها رو همراه خودشان آوردن. پیامبر به اینا اعتنا نکرد، مراجعه کردن به خیلی ها، خلاصه اونها گفتن برین، تنها کسی که دلیل عدم پذیرش شما را می توانه دقیق بررسی بکنه علی ابن ابی طالب است. با حضرت وقت صحبت کردن، حضرت فرمودن شما با یک تشریفات آمدین و این تشریفات با اخلاق پیامبر که ساده و خلاصه مردمی است جور در نمی آید، خودتان آماده کنین برای پذیرش. بالاخره آمدن. بحث اصلی که در اونجا مطرح شد این بود که پیامبر با اونا صحبت کرد درباره حضرت مسیح. شما میدونین امروز خیلی ها طرفدار حضرت مسیح هستن و ما اونا را به واقع به اندازه ای که خودمان مسیر میشناسه آگاهی به مقام حضرت مسیح نمیدانیم. حضرت مسیح پیامبر خداست، زنده است، اما خدا نیست. خب اینه که پدر نداره مهم نیست، حضرت آدم نه پدر داره نه مادر داره، این دلیل نمیشه او خدا باشه. پیامبر با اینا صحبت کرد. بحث کرد و اینها را متقاعد کرد از نظر استدلال که مسیح خدا نیست، مسیح یک انسان است، درست پیامبر است. اینها بعد از جریان مباحثه و در واقع مسائل علمی بازم زیر بار نرفتن. این برنامه الهیه، در شرایط بسیار خاص یک روشنی و یک نور و یک تابش مجدد را در فراروی بشریت و انسانیت قرار میده. اینا گفتم که ما طرفدار اینیم که عیسی خداست یا یکی از سه خداست. پیغمبر فرمود نه، عیسی انسان است. اینا بعد از اونی که آگاه شدن زیر بار حق نرفتن. اینی که آدم گاهی در جهل است و یک مرحله است، باید تلاش بکنیم جهل تبدیل به علم بکنیم، اما اینه که بعد از علم کسی زیر بار نمیره، این داره مسیر خلاف میره. خلاصه اینها پیشنهاد مباهله کردم که دوستان من قبل از خطبه ها هم اشاراتی داشتن. آیه نازل شد یا رسول الله این پیشنهاد بپذیر، فمن حج کفی من بعد ما جاءک من العلم. بعد از اینه که علم برای اینا ثابت کرد که عیسی بنده خداست، فقل تعالو، حالا با اینا بگو که آماده بشن، ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، بگین برین شما هم فرزندانتان بیارین، همسرانتان بیارین و جانهاتان بیارین، بعد در حق هم دیگه طلب عذاب میکنیم. ثم نبتهل،
طلب عذاب میکنه. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. و اینا آدم های خیلی بزرگ بودن، رؤسا و بزرگان بودن، خلاصه اسقف ها بودن، افراد مجرب بودن. حالا غیر از اون سه نفر بزرگ در ترکیب هیئتشان 10 نفر نوشتن تا 60 نفرم خلاصه روایت داریم اشخاص ویژه آمده بودن. اینا وقتی این پیشنهاد کردن آیه هم نازل شد، پیامبر آماده شد. انشاءالله مدینه عزیزان که تشریف ببرن، مسجد مباهله حالا با اسم مسجد اجابه شناخته می شود، محل برگزاری مباهله رسول الله با نمایندگان نجران پیدا کنن. اعمال داره روز 24 ذی‌الحجه روز مباهله. اینا رفتن با هم دیگه فکر کردن، مشورت کردن، گفتن که اتفاقا بیش از پیامبر اونها به اصطلاح آمادگی نشان دادن. منتها با هم دیگه گفتن ما منتظریم فردا پیامبر با کی میایه. اگر با شخصیت ها آمد، با خلاصه اصحاب آمد، با مردان نظامی و اداری آمد، ما نگران نیستیم. معمولا خلاصه انسان در این عرصه ها از دیگر ها استفاده میکنه، اما اگر با نزدیکانش آمد بفهمیم این پیامبر دنبال هدایته و معتقد است که در این صحنه پیروز. و الا آدم اگر یقین نداشته باشه، جان خودشه که در معرض خطر قرار نمیده، فرزندشه که در معرض خطر قرار نمیده. اینا فردا صبح آمدن آمادگی گرفتن خلاصه که پیامبر با کی میاید. یک وقت متوجه شدن پیامبر وقتی داره میایه 4 نفر همراهی وجود نازنین رسول الله است. معمولا خانواده را کسی به یک مبارزه اینچنینی نمیبره. فاطمه زهرا سلام الله علیها است، طفلان پیامبر، خب مباهله یا سال نهم یا سال دهم. امام حسن متولد سال سوم، امام حسین متولد سال چهارم، 2 طفل خردسال و وجود نازنین آقا امیرالمومنین. پیامبر با همینا آمد به صحنه، همونطوری که در جریان خندق به تعبیر پیغمبر کل اسلام در مقابل کل کفر قرار گرفت، منتها اونجا در قالب مبارزه نظامی، در مباهله حقیقت اسلام در مقابل حقیقت نجران و نصارا قرار گرفت. اما در نمایش دیگر وقتی بحث مباهله پیش آمد، پیغمبر فرمود اباهلکم بخیر اهل الارض، من با بهترین های روی زمین با شما مباهله میکنم. کسی نبود جز 5 تن. خب یه آیه 61 سوره مبارکه آل عمران مورد مطالعه باید قرار بگیره. همه نمازهای جمعه، چی موضوع بالاتر از این؟ و اینا اختصاص به یک مذهب نداره. دانشمند بزرگ و معروف جهان اسلام جناب مسلم نیشابوری در صحیح خودش، در کتاب صحیح مسلم که شهرت داره، در مورد شأن نزول این آیه که فضیلت و منقبت ویژه برای اهل بیت است، روایات زیادی را ایشان مطرح کرده در باب فضائل الصحابه. در اونجا پیامبر فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی، پروردگارا اینا خانواده ای من است. بعد ایشان این بحث را دنبال میکنه که این فضیلت مخصوص همین 4 نفر و خود پیامبر است. مرحوم شیخ مفید وقتی بحث دنبال میکنه میفرماید مباهله فضیلت استثنایی برای اهل بیت میباشد که هیچ کس از امت اسلام در این فضیلت با آنان شریک نیست و همانند آنان نمیتواند باشد.
اینا مناسبت هاست. خداوند در قرآن میفرماید که با تقواها مناسبت ها را تعظیم میکنن، شعائر دین را تعظیم میکنن. غدیر یک مناسبت است، محرم یک مناسبت است، میلاد پیامبر یک مناسبت است، فتح مکه یک مناسبت است، حج یک مناسبت است، مباهله هم یک مناسبت است، منتها استثنایی. ماجرای مباهله ذلت مخالفین اسلام را به نمایش می‌گذارد، عزت اسلام را برجسته می‌کند و به درازای زمان و پهنای گیتی به نمایش می‌گذارد. بر خطبا و علما و دانشمندان جامعه اسلامی است این مقوله ها را با دقت پیدا کنند، تحلیل کنند و آگاهی پیدا کنند و آگاهی بدهند. و همین دلیل است که روز بزرگ مباهله، روز خجسته و با عظمت است که لازم است از او یاد کنیم. من از دانشمند بزرگ جهان اسلام فخر رازی که معروف است و اگرچه خب مطالب درباره خیلی از موضوعات ایشان داره، در تفسیر مفاتیح الغیبش وقتی میرسد به آیه مباهله، همین آیه‌ای که نه تفسیر کبیر، ایشان یه تفسیر کبیری داره 30 جلدی، در تفسیر مفاتیح الغیبشان می نویسد پیامبر در همان نقطه مباهله، همون نقطه‌ای که الان عرض کردم اونجا مسجد ساخته شده، حسن و حسین و علی و فاطمه علیهم السلام را در زیر عبای خود گرد آورد و آیه تطهیر را قرائت کرد. پیامبر هم اینا را عملا اونجا حاضر کرد و هم آیه تطهیر را قرائت کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. با قرائت این آیه پیامبر و همه فهمون که اهل بیت اینا هستند و به این ترتیب اهل بیت خود را نیز معرفی نمود و عظمت و منزلت آنان را شناسان. بعد مرحوم فخر رازی میگوید به اتفاق اهل حدیث و تفسیر این روایت صحیح است و هیچ گونه تردیدی در صدور آن وجود ندارد. یکی از ویژگی های مباهله این است که نیاز نیست که فقط در او زمان باشد، حالا هم بعضی از اهل معرفت از این راه استفاده کردن، حالا هم اگر یک جریان حق و باطل باشه شما بخواید خلاصه با طرف واقعا وارد میدان خلاصه مباهله بشوین، می توانین از این راهکار استفاده کنین. ما این روز بزرگ را گرامی می داریم. دیروز در سفری که به ولایت جوزجان داشتیم برای تجلیل از غدیر تا مباهله برنامه بود و افتتاح خدمت شما عرض بشه مدرسه یا مجتمع علمیه اهل البیت علیهم السلام، مسجد و تکیه و حوزه علمیه اونجا با حضور برادران مسئولین امارت اسلامی، علمای هر دو مذهب از ولایات مختلف، از دورترین ولسوالی های ولایت سرپل، جوزجان، فاریاب، بلخ و از خیلی از ولسوالی ها از ولایت، از مرکز، از کابل هم دعوت شده بودن دوستان به دلیل نزدیکی ایام محرم و فاصله دور خلاصه نتوانستن اونجا. بل اتفاق علمای اهل تسنن و تشیع درباره مباهله صحبت کردن. ما هم امروز این بحث را در خطبه اول اینجا مطرح کردیم، خیلی کوتاه و بیش از این هاست، باید واقعا مفسرین بیاین صحبت کنن. امام رضا در صحبتی که با مأمون داشت، مأمون مسئله ای را مطرح کرد که این انفسنا در این روایت خود پیامبر است. امام رضا علیه السلام فرمودن آخه
خدا میفرماید قل ندعو ابناءنا و ابناءکم، صدا بزنین فرزندانتان، هم خانم هاتان. خب وقتی یک کسی صدا میزنه دیگرها را صدا میزنه، خودش که صدا نمیزنه. و انفسنا و انفسکم، خب پیغمبر خودش باید جان خودش صدا بزنه. حضرت فرمود نمیشه جانش مراد خودش باشه، فرمود جانش علی ابن ابی طالبه. در صحبتی که حضرت کاظم علیه السلام با هارون الرشید هم داشت، حضرت این قضیه را مطرح کرد. به حمد الله و المنه جامعه ما ظرفیت های خوب و الحمدلله بالایی را داره. یکی از بهترین کارها همین مطالعه عمیق و دقیق قرآن و فهم در واقع رازهای قرآن. عبارت قرآن یک مرحله است، قرآن چهار مرحله داره. عبارت مال عوامه، العبارت للعوام. یک بحثش اشارات قرآن است، باید جامعه را سر سفره پر از نعمت قرآن و اشارات قرآن دعوت کنیم و به حقایق قرآن و به لطائف قرآن دعوت کنیم. بار دیگر این روز با میمنت را گرامی می‌داریم و همه دانشمندان جامعه اسلامی را برای استفاده بیشتر در جهت بصیرت و بیداری جامعه اسلامی و دقت بیشتر در قرآن و پرداختن به عمق و ژرفای قرآن متذکر و یادآور می‌شویم. خدایا ما را بیش از پیش با قرآن آشنا بگردان. کشور ما، مردم ما، حکومت ما را در محوریت قرآن و پیامبر و اهل بیت و اصحاب رسول الله به همدیگر نزدیکتر، مهربانتر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. امیر بیان محور حق قرآن ناطق فرمودن الا فسونوها و تسونو بها، مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنین و خودتان را با تقوا از هر آسیب و ضرر و خطر محافظت کنید. نماز جمعه که الحق و الانصاف بهترین اجتماع اسلامی است و در سوره مبارکه جمعه با ذکر معرفی شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، با تلاش به این ذکر خدا خودتونه برسانیم. همه نمازها ذکره، اقم الصلاة لذکری، نماز بخونیم تا به یاد خدا باشیم. اما گاهی آدم نماز فرادا میخونه، گاهی هم نماز جماعت در یک مسجد میخونه، گاهی هم نافله میخونه، اما یک وقتی میایم جمعیت ها مثل خلاصه سیل
یک نمایش از مکه رو به نمایش میگذارند، یک همدلی و عزت و افتخار و خلاصه اقتدار را به نمایش میگذارند. نماز جمعه که تجلی این عزت است، مسئولیت ها داره، عوامل بیداری، عوامل همدلی، عوامل وحدت باید در این نماز برای جامعه اسلامی برجسته و روشن دنبال شود و مطرح شود. روز 20 ذی‌الحجه که امروز 5 روز از این مناسبت گذشته، برابر با عبده سرطان برجی که درش قرار داریم، مصادف بود با ولادت 7 ستاره درخشان آسمان ولایت و امامت آقا و مولامان موسی بن جعفر علیه افضل الصلوات المسلم. گرامی می داریم این مناسبت را. این بزرگوار 35 سال امامت کردند. خب یک دوره بود همراه پدر بزرگوارشان امام صادق علیه السلام بودند. بعد از شهادت پدر بزرگوارشان دوران امامت حضرت 35 سال است، از سال 148 تا 183 که با 4 نفر از عباسی ها حضرت مواجه بود و مبارزه کرد، منصور و مهدی و هادی و هارون الرشید، و مقاومت کرد. الحق و الانصاف امام کاظم خیلی مبارزه کرد. میدونین تنها امام است که بیش از همه زندان کشیده، اما خیلی هم برای جهان اسلام سرمایه گذاشت و تلاش کرد. در زیارت مخصوص حضرت، میدونین گاهی ما تاریخ میخوانیم، امام میخوایم بشناسیم، پیغمبر میخوایم بشناسیم، با تاریخ خیلی وقت لازمه، اما یه وقت از عبارات قرآن میخوایم پیامبر بشناسیم. خدا میفرماید پیغمبر از هوا صحبت نمیکنه. اینه تاریخ قدرتش نداره. خدا وقتی پیغمبر معرفی میکنه میگه که انک لخلق عظیم، اخلاقش بزرگه. پیغمبر وقتی میخواد امام مجتبی رو معرفی بکنه میفرماید اگر عقل به شکل مردی بود اون مرد امام حسن بود. وقتی زهرا رو معرفی میکنه سلام الله علیها میفرماید اگر زیبایی مثل انسان بود اون انسان فاطمه. وقتی هم میخوایم اهل بیت بشناسیم یه بحثش تاریخه، اما در زیارتنامه ها چیزای دیگریست، در معرفی پیامبر چیزای دیگریست. پیغمبر میفرماید من از حسینم، حسین از من است. در زیارتنامه حضرت کاظم میخوانیم اشهد انک صبرت علی الاذى فی جنب الله و جاهدت فی الله حق جهاده، شهادت میدهم که تو ای امام هفتم بر تمام آزارها در راه خدا صبر کردی. همون گونه که پیغمبر فرمود این پیغمبر اطرافی من اذیت نشد، ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو. موسی بن جعفر کسیه که در مقابل همه آزارها برای بقای اسلام صبر کرد و در راه خدا اونگونه که سزاوارش بود کوشیدی و جاهدت فی الله حق جهاده. من فرازهای از خلاصه شخصیت آقا را لازم میدانم خدمت شما عرض بکنم و خیلی وقت ندارم. میدونین یکی از بهترین راه ها کمک گرفتن از مسائل معنوی است. ما بعضی جاها باید از مسائل وسائل مادی کمک بگیریم و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله و عدوکم، باید امکانات نظامی و خلاصه تجهیزاتمون آماده باشه. جهان اسلام باید برای مبارزه با کفر همه آمادگی ها را داشته باشند، از هواپیما و خلاصه ابزاری که به شکل مدرن تولید شده و نیروهای انسانی تا
خلاصه ابزار پیشرفته و مدرنه که در آینده ها تولید میشه، اما در کنار اینها جامعه اسلامی باید مجهز به معنویت باشه. سرباز بی نماز فرمانده و در واقع مسئول بی معنویت جز آبروریزی و در واقع بدنامی کشور چیزی دیگری را نمیتونه تحویل جامعه اسلامی بده. در کنار اون نیروی بزرگ معنویت داره. اگر شمشیر علی علیه السلام در جنگ خندق با عبادت جن و انس برابری میکنه، در کنار اون قدرت و بازو معنویت و دعا و دلدادگی علی به خداست. در کربلا در کنار اون آمادگی شهادت معنویت و خدا و تقرب است. عاشقانه ترین نماز در کربلا خوانده شد. امام هفتم از این نیروی چون خدا میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة. در زندان خیلی ها رو میفرستادن که آقا را اذیت بکنه، زنهای بد اخلاق فرستاد برای که آقا را اذیت بکنه. چند روزی که در زندان موندن عوض شدن، آمدن با آقا گفتن این آدم را اذیت میکنی، این را زندان میکنی. ما یک چنین آدرس هایی را داریم و سعین و به صبر و سلام. وقت زندانیش کردن فرمود خدا جای خوب برای عبادت هم پیدا کردن. خیلی حضرت مبارزه کرد. یک روزی میدونین فدک خب خلاصه در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها بود که جریان فدک بخوانیم. هارون گفت که فدک میخوام باید برگردانم. حضرت فرمود بر نمیگردانی. گفت که نه بر میگردانم. فرمود اگر میخوای برگردانی حدودشه برات میگم برگردان. وقتی حضرت شروع کرد حدود فدک را گفتن، گفت فرمود که حد اولش عدن است، حد دومش حضرت فرمود که سمرقند است، حد سومش آفریقا است، حد چهارمش خلاصه نواحی ارمنستان است. هارون گفت که اینطوری که شما دارین میگین خدمت شما عرض شد که چیزی برای ما نمیمونن. حضرت وقتی با هارون صحبت کرد کنار کعبه ملاقات کرد، تو هارون به امام رضا گفت که تو مردم را دعوت میکنی مخفیانه خلاصه با تو بیعت بکنه. حضرت فرمود نه من این کار را نمیکنم. گفت که خب پس چطوری اینقدر مردم عاشق تو هستن؟ یه جمله جالب حضرت فرمود، فرمود که انا امام القلوب. هارون من امام دلها هستم. و انت امام الجسوم، تو امام بدنها هستی. ما افتخار میکنیم که داخل سینه ها ما خلاصه عشق به حضرت کاظم داریم، عشق به حسین داریم و میخواهیم همه مردم دنیا از این سرمایه بهره‌مند بشن، مخصوصا مسلمان ها. و محرم پیشی رو یک ظرفیت کلان است که همه کشور ما انشاءالله مثل سال گذشته و سالیان گذشته مخصوصا با حمایت امارت اسلامی که الحمدلله و المنه با واقعا اسلام تبلیغ میشه، قرآن تبلیغ میشه، اهل بیت تبلیغ میشه، ما بتوانیم این خلاصه حکومت بر دلها را برای جهان اسلام و برای کشورمان بیشتر فراهم بکنیم. حضرت فرمود انا امام القلوب، من امام دل هستم. مگه میشه کسی در محرم عاشق خلاصه امام حسین نباشه و آزاد باشه؟ آزاد مردی هست حسینی نباشد؟ چطوری وقتی خبرنگار رفتن در خلاصه گاندی گفتن چیکار کردی این ملت پراکنده را اینقدر به نزدیک کردی؟ گفت که وقتی مرا نگیرین من کار دارم. گفت من زندگی حسین خونده هم او را پیاده کردم. گرامی می‌داریم این مناسبت را و همینطور مسائل دیگری است که باید
عرض بکنم، فرصت من کوتاه است. یکی از تربیت شده های مکتب امام کاظم علما هستم، یه شخصیت است به نام علی ابن یقین، در حکومت هارون زندگی میکنه، وزیر، اما با دستور امام کاظم خیلی خدمت کرد، خیلی زحمت کشید، اما لحظه به لحظه با امامش در ارتباط بود. انشالله که همه ما از این راهکارها استفاده بکنیم. من آخرین نکته ای را که امام کاظم علیه السلام داشتن، زنده نگه داشتن محرم بود، عاشورا بود. میدونین حضرت سال 163 به شهادت رسیدن، فاصلهش با کربلا خیلی زیاده، حدود 120 ساله، 120 چند سال فاصله داره. من اینجا میخوام عرض بکنم عاشورا مخصوص شیعه نیست. واقعا من از روی اخلاص میگم الحمدلله برادرای اهل سنت ما اینقدر به اهل بیت احترام قائلن، اینقدر نزدیکن که جای بس ستایش داره. بعضیا فکر نکنم مسئله اهل بیت، مسئله امام حسین اختصاص به شیعه داره، این اشتباه است. من 15 سال جلوتر در همین خلاصه مصلای سلطانیه که اینجا را یکی از بهترین مکانهای تبلیغ میدانم و معنویتی را که در اینجا حس میکنم الحمدلله یک سرمایه میدانم، در یکی از محرم ها یکی از خیرین اهل سنت نظر مجلس داده بود، وقتی به هم رسیدیم او را به من معرفی کردم، گفتن ایشان امروز نظر محرم را کاملا به عهده گرفته. من ازش تشکر کردم، برایش طلب خلاصه اجر و پاداش کردم، اما یک خلاصه تذکر دادم، گفتم آقا چرا میایی نظرت در اینجا انجام میدی؟ گفت پس کجا انجام بدم؟ گفتم چرا در مسجد خودتان انجام نمیدی؟ گفت چرا جامعه ما ضرر بکنه؟ گفتم که این نظر در مسجد خودتان انجام بدی، مولایی صاحب دعوت کن، ما هم دعوت کن اونجا نظر برگزار بکن، همه مردم با امام حسین آشنا بشن. خیلی اهل سنت ما نظر میدن. من از کوچیکی زادگاه من سنجارک، ما با برادرای اهل سنت همسایه در و دیواریم، خیلی آمدن حاجت گرفتن از مجلس آقای امام حسین. ما از امام حسین مستقیم حاجت نمیگیریم، همطوری که کسی مثلا یک آدم آبرومند میبره پیش یک کسی میگه آقا واسطه شو، مردم میبرن امام حسین شهید راه اسلام است. من یه روایتی را که در راستای حرکت حضرت کاظم خدمتتان میخوانم، امام کاظم یکی از کارهایی که میکرد با اینی که سالها زندان بود اما محرم زنده نگه میداشت. مردم اگر میخوایم اسلام اصیل، اسلامی را که زیر بار ظلم نره، جامعه اسلامی را به عزت برسانه دنبال بکنیم، راه شناخت امام حسین و حرکت امام حسین علیه السلام. یکی از بزرگان اهل سنت در کتاب نوادر الاصول مرحوم ترمذی، کتاب معروفی داره، این روایت نقل میکنه، میفرماید معرفت آل محمد این از کتابای بزرگای اهل سنت است، میفرماید شناخت خاندان پیامبر براءت من النار، باعث میشه آدم از جهنم فاصله بگیره، براءت من النار، و حب اهل البیت، دوستی اهل البیت جواز علی الصراط. میدونین ما وقتی به یک کشوری بیگانه میریم باید پاسپورت داشته باشیم. میفرماید که دوستی اهل بیت جواز، یعنی وسیله رفتن و تیر شدن و عبور کردن از پل صراط، و الولایت لاهل محمد میفرماید که ولایت و پذیرش اهل بیت امان من العذاب، این باعث امنیت از عذابه. خب ما این ولایت و این محبت کجا نشان بدیم؟ وقتی عزیزی از ما از دنیا میره
برای که دوستامان خلاصه ما را کمک بکنه میای با ما تسلیت میگه، زیر خلاصه جنازه را میگیره، در مجلس عزای ما شرکت میکنه. ما در محرم میخواییم با شرکت کردن به پیغمبر کمک کنیم. به امیر المومنین کمک کنیم. وقتی خبر شهادت امام حسین به حضرت زهرا پیغمبر داد، بعد سوال کرد یا رسول الله این بچه که تازه به دنیا آمده بود اینطوری به مظلومی به شهادت میرسه، کسی هست شما هستیم؟ فرمود نه. فرمود که پدرش علی هست؟ فرمود نه. من هستم؟ فرمود نه. پس بیبی فرمود که برای حسینم عزاداری میکنه. فرمود که نسل در نسل دوستان ما میآیند، عزای حسین را تازه نگه میدارند. انشاءالله آماده میشیم برای عزاداری از محرم روز چهارشنبه که اول محرم است. انشاءالله طبق روایت روز اول و شب اول مجلس خیلی مهمه. خلاصه حالا فرصت نیست در شب اول مجلس برگزار کردن. میدونیم معمولا خلاصه بعضی مراکز دیرتر شروع میکنه. سفارش میکنم شب اول بریم قصد بکنین، حاجت بگیرین. خیلی ها مشکل دارن، التماس دعا گفتن، توسل بکنین، حاجتتون رو بگیرین. شب اول محرم شب عزای امام حسین غریب نمانه. مهم نیست، شما برین از روز اول خوب بالاخره با آمادگی برنامه را پیش ببرین و دلها و خلاصه جانها را با استفاده از این نورانیت صفا ببخشیم. خیلی طولانی نکنم، 11 ژوئیه برابر با 20 سرطان روز جهانی جمعیت نامیده شده. میدونین جمعیت دنیا به شدت میره. من با افزایش جمعیت مسلمان ها مخالف نیستم. در سال 1987 جمعیت جهان از 2,500,000,000 در سال 1950، یعنی در یک فاصله کم، به 7 میلیارد نفر در سال 2011 رسید. الان جمعیت دنیا حدودی 8,800,000,000، یعنی داره به 9 میلیارد نزدیک میشه. خب جمعیت زیاد نیاز به برنامه داره. من عرض کردم با افزایش جمعیت مخالف نیستم، باید جمعیت مسلمان ها بالا بره، اما برای جمعیت بیشتر باید ما برنامه ریزی داشته باشیم. جمعیت افغانستان در آخرین گزارش که خیلی هم دقیق نیست، از 30 میلیون به 33 میلیون افزایش یافته و الحمدلله کشور ما در بین کشورهای همسایه، در بین 3 کشوری که بالاترین خلاصه در بین کشورها بالاترین جمعیت جوان داره، یعنی افغانستان جمعیت نوجوان و جوانش خیلی بالاست. اما متاسفانه ما در این کشور شاهد مرگ و میر فراوان هستیم. حدود 47% جمعیت ما، خوب دقت کنیم، یعنی یه چیز کمتر از نصفش زیر 15 سال است. این در دنیا این شرایط نیست فعلا. 47% کشور جمعیت زیر 15 ساله و این جمعیت زیر 15 سال نیازی به تربیت داره. مکتب میخوان، اینا بهداشت میخوان، آموزش لازم دارن. نکنه آمادگی نداشته باشیم اینا تبدیل بشه به نیروهایی که فردا همه اینها خلاصه زیر پرچم دشمن سینه بزنن. داعشی ها از کجا نیرو میگیرن؟ امید است با تدبیر، با انشالله دلسوزی، با آینده نگری مسئله جمعیت و اداره جمعیت به خوبی تدبیر کنن. طبق بررسی هایی که داریم در سال 2050 الان کم مونده، یعنی کمتر از 30 سال دیگه، جمعیت افغانستان به 60 میلیون نفر خواهد رسید. اما متاسفانه
در شرایط فعلی الان همین کشوری که شرایطی که کشور داره زندگی میکنه، یکی از نیازهای اولیه ای ما مسئله آرد و نانه. در سالی که ما پیش سر گذاشتیم 402 میلیون تن آرد گندم فقط وارد کشور شده. باید برای خلاصه یک جمعیت اینطوری ما تدبیر بکنیم. اگر 30 میلیون باشه 402 میلیون تن آرد وارد شده، اگر 60 میلیون میشه 804 میلیون تن آرد باید وارد کرد. باید کشور آماده بکنیم. الحمدلله اراضی داریم، آبها را مدیریت بکنیم. بحث بهداشت، بحث مسکن، بحث راه‌ها. خوشبختیم که خبر جدیدی را شنیدم، انشالله بزرگراه سالنگ که شمال و مرکز افغانستان و هم وصل میکنه انشالله تعمیر میشه. خبر خوشی است و حقیقتا مایه مسرت است. انشالله این شارا که واقعا مشکل است عبور و مرور برای مسافرین، برای وسایط نقلیه، ساعت ها مردم در این راه میمانند، خسته میشن، تصادفات است. انشالله که طبق گزارش طی دو سال بیش از 80 کیلومتر از این شارا ترمیم میشه. همه ای برنامه ها، همه ای پروژه ها انشالله با آینده نگری دنبال بشود. خدایا ملت ما، دولت ما، مردم ما را در مسیر عزت و بیداری و سازندگی، آبادی بیش از پیش یاری بفرما. دسیسه ها و توطئه ها را به دشمنان اسلام برگردان. ما را در همه عرصه ها یاری بفرما. ملتمسین دعا، مخصوصا عزیزانی که مشکلات دارند و از فضای نورانی نماز جمعه از همه نمازگزاران التماس دعا کردن. خدایا مشکلات همه، مخصوصا خانواده مد نظر و عزیزان مد نظر را خدایا برطرف بگردان. خواهران و برادرانی که با حضورشان این ذکر خودت و این عزت و این اقتدار را یاری میکنن با نماز جمعه، با حضورشان عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. فرج آقا جان ما طاووس بهشتیان برسان. ما را از سربازان و منتظرانش محسوب بفرما. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و لبا راجها و عزا باقیا و قلبا زکیا و عملا کثیرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.